بچه های من حل تست و تمرین فصل 3 مبحث قانون لنز رو ادامه میدیم. اولین تست چی میگه؟ شدت جریان القایی که در پیچ ایجاد میشود با تغییر شار و مقاومت چه رابطه ای داره؟ بچه ها رابطه رو بنویسیم. آی هست ان آروم دلتا فی به دلتا تی. بچه ها با دلتا فی آی رابطه مستقیم داره و با آر رابطه عکس داره. پس با اول چون گفت تغییر شار، با شار رابطه مستقیم، پس گزینه یک حذف یا گزینه سه درسته یا گزینه چهار. با تغییر شار رابطه مستقیم، با مقاومت رابطه عکس، پس میشه گزینه سه درسته. سوال دوم یا تست دوم، در شکل روبرو دو سیم پیچ مقابل هم قرار دارند و نسبت به هم جابجا نمی‌شوند. گالوانومتر در کدام مورد عبور جریان را نشان می‌دهد؟ ببینید بچه‌ها، گزینه‌ها رو داده به شما از لحظه وصل تا لحظه قطع کلید، در لحظه قطع یا لحظه وصل کلید، فقط در لحظه وصل، فقط در لحظه قطع کلید. ببینیم چه فرایندی اتفاق میفته. ببینید بچه ها، اگر من کلید کارو ببندم، جریان تو این سیملوله از صفر میرسه به آی با بستن کلید کار. خب این اتفاق میفته. اگر که شدت جریان زیاد بشه، آی زیاد بشه، شار زیاد میشه، اون وقت باید یه آیپرین جریان القایی ایجاد بشه که جلوی زیاد شدنشو بگیره. خب پس اینجا جریان القایی داریم در لحظه بستن کلید. اما با باز کردن کلید کا، اگه کلید کا رو باز کنم، جریان از آی میرسه به صفر، پس آی کم میشه، پس دلتا فی کم میشه، پس یه آیپرین جدیدی به وجود میاد که جلوی کاهش دلتافی رو بگیره. پس چه در لحظه بستن کلید کا و چه در لحظه باز کردن کلید کا، من جریان القایی خواهم داشت. نه اینکه از لحظه وصل تا لحظه قطع، خیر، در لحظه وصل، در لحظه قطع. حالا یکی از اینا رو بده میتونه جواب ما باشه. پس فقط یه لحظه که غلطه، از لحظه وصل تا لحظه قطع هم که غلطه، یا در لحظه وصل یا در لحظه قطع کلید، هر دو مورد میتونه درست باشه. این از تست شماره دو. اما تست شماره سه که فوق‌العاده مهمه بچه ها، فوق‌العاده مهمه. حلقه مطابق شکل عمود بر میدان مغناطیسی درونسوی قرار داره. این میدان مغناطیسی درونسو، اگر میدان به طور یک نواخت در بازه زمانی دلتا تی از بی به منفی بی تغییر کند، شدت جریان در حلقه به کدام جهت خواهد بود؟ بچه های من، از بی به منفی بی برسه یعنی باید از بی اول بشه صفر، بعد جهتش عوض بشه دیگه. منفی بی یعنی جهت عوض بشه دیگه. از بی برسه به صفر، پس دو حالت داریم. حالت یک، از بی برسه به صفر. خب اون وقت من باید میدانی ایجاد کنم هم جهت با بی. خب برای که یه میدان همجهت با بی ایجاد کنم، باید یه بپرین اینجوری داشته باشم. برای که یه بپرین اینجوری داشته باشم، باید جریان القایی این شکلی باشه تا میدان در اون سو داشته باشم که جلوی کم شدن میدان اصلی رو بگیره. پس در حالت یک جریان حتما شماره دو خواهد بود. اما در حالت دو، حالت دو چیه بچه ها؟ از صفر میریم به منفی بی. منفی بی یعنی از حالت درونسو تبدیل بشه به برونسو. حالا که شما برونسو داری، باید
برای اینکه جلوشو بگیری یه میدان درونسو ایجاد کنی دیگه. از صفر داری زیاد میشی برونسو. پس باید به پرین جدید یا الغایی درونسو باشد تا جلوی افزایش بی را بگیرد. چون بی درونسوه بچه ها، نگاه کن، منفی بی، عذرخواهی میکنم، برونسوه، من باید درونسو بسازم، بی برونسوه، من باید جلوی این رو بگیرم، جلوی این برونسو رو میخوام بگیرم، باید درونسو بسازم. برای اینکه درونسو بسازم دوباره مثل حالت قبل. پس در هر دو حالت، چه از لحظه ای که از بی میرسه به صفر، چه از لحظه ای که از صفر میرسه به منفی بی، جهت جریان الغایی میشه شماره 2. پس گزینه 4 درسته. قبوله؟ من گزینه های دیگر رو نکنی، 1 بود مثلا این جهت، بعد میگفت اول 2 بعد 1، بعد میگفت 1 بعد 2، فقط 2، فقط 2 درسته. قبول؟ خیلی. اما تست شماره 4، در شکل مقابل میدان مغناطیسی 500 تسلا و سطح قاب عمود بر میدان است و ضلع ال به طول 40 سانتی متر با سرعت 20 در جهت نشان داده شده داره حرکت میکنه. نیرو محرکه القایی چند ولته؟ اول نیرو محرکه رو بچه حساب کنیم. اگه یادتون باشه میگفتیم بی ال وی، بیمون چنده بچه ها؟ 500. المون چنده؟ 0.4 متر، 40 سانتی متر. سرعت چنده؟ 20. پس ای میشه 4 5 تا 20 تا 20 20 تا 400 تا. 3 ممیز داریم، اینجوری بنویسیم قشنگتر، 0.4 ولت. پس گزینه 1 و گزینه 2 غلط. شماره گزینه ها رو بزنیم. خب گزینه 1 و گزینه 2 غلط شد. خب میمونه گزینه 3 و گزینه 4، میمونه تعیین جهت جریان القایی. خوب توجه کنید بچه ها، طبق قانون لنز وقتی که این میله داره میره سمت راست، یعنی این سطح داره زیاد میشه، پس ما باید جلوی افزایش سطح رو بگیریم. پس باید میدانی مخالف با این بسازیم. میدان مخالف یعنی یک میدان برونسو. برای اینکه میدان برونسو بسازیم، جریان اگر روستیم این شکلی باشه، میدان میشه برونسو. حالا بعضی میخوان رو این نشون بدن، فرق نداره. رو این نشون بدن، فرق نداره. اینجا در هر صورت باید در جهت شماره 2 باشه تا میدانی که میسازه به پرینی که میسازه برونسو باشه تا جلوی افزایش میدان درون قاب گرفته بشه. پس با توجه به اینکه جهت 2 درسته، گزینه 4 میشه پاسخ صحیح این تست. بچه های من، امیدوارم که این تست ها رو خوب دریافت کرده باشید. شما رو به خدای بزرگ میسپارم و چند ثانیه میرم عقب، شما کامل تخته رو داشته باشید.